درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و ترید های پرسود رو داشته باشین تا به امروز و همچنین در آینده. امروز قصد دارم برای شما اندیکاتور RSI رو تعریف بکنم و روش استفاده از اون رو بیان بکنم براتون. همون جور که میدونید اندیکاتور RSI یا به اصطلاح فارسیش شاخص قدرت نسبی هستش و در اصطلاح انگلیسی به اسم Relative Strength Index هستش و این هم جزء اندیکاتورهای اوسیلاتور محسوب میشه، همانند اندیکاتور MACD که در یکی از ویدیوها من این اندیکاتور رو توضیح دادم و میتونید اون ویدیو رو در لیست پلیلیست کانال اکسنس مشاهده بفرمایید. خب این اندیکاتور هم میتونید مانند اندیکاتور MACD در این اندیکاتور تعیین محدوده های بیش خرید یا بیش فروش رو داشته باشید یا اشباع خرید و اشباع فروش رو پیدا بکنید. میتونیم در روی این اندیکاتور خط روند رو ترسیم بکنیم و با شکست خط روند تاییدی بگیریم برای ورود به معامله هامون و اینکه از همه مهمتر همانند اندیکاتور MACD بتونیم واگرایی های رو روی اندیکاتور RSI پیدا بکنیم و ازش در ترید هامون استفاده بکنیم. خب برای این منظور، برای ران کردن این اندیکاتور بر روی چارتمون، از قسمت بالای چارت در روی ایندیکیتور لیست کلیک میکنیم، روی قسمت اوسیلیتورها و اندیکاتور ریلیتیو استرنت ایندکس رو انتخاب میکنیم. خب دوره این اندیکاتور به صورت پیشفرض 14 هستش. بعضی از تریدرها با توجه به استراتژی که دارن این اندیکاتور رو دورش رو تغییر میدن. معمولا دوره های کمتر این اندیکاتور دارای نوسان بیشتری هست و اینکه شما رو سردرگم میکنه. خب اگر شما استراتژی دارید که نیاز هست که دورش کمتر باشه، سعی کنید که طبق استراتژیتون پیش برید، ولی در هر صورت این دوره، این عدد، عدد 14 عدد استانداردش هست و خب دیفالت این اندیکاتور هست و ما هم با همین عدد 14 این کار رو انجام میدیم. خب میبینید که اندیکاتور به این روش روی چارت اومد و کاری که ما میخوایم انجام بدیم این هست که در وهله اول میتونیم از این اندیکاتور که شاخص قدرت نسبی نام داره نقاط بیش خرید یا بیش فروش یا به اصطلاح اوور بای یا اوور سل رو پیدا بکنیم درش. خب این اندیکاتور شامل دو تا خط هست، خط لول 70 و لول 30 هستش که پایین تر از محدوده 30 به اصطلاح منطقه اوور سل یا بیش فروش گفته میشه و در بالای منطقه 70 منطقه اووربای یا بیش خرید هستش. خب ما در اینجا میتونید مشاهده بکنید که منطقه در این نقطه هستش، یک نقطه در این منطقه، همچنین در این منطقه میتونید ملاحظه بکنید که قیمت اندیکاتور در بالای منطقه 70 قرار گرفته و در این نقطه در زیر منطقه 30 قرار گرفته. خب همونطور که ملاحظه میکنید چه اتفاقی بر روی قیمت افتاده، اینجا منطقه‌ای هست که در این نقطه ما منطقه‌ای رو داریم که معامله‌گران دیگه قیمت توان به اینجوری بیان بکنم که بیشتر از این قیمت دیگه راهی نداره به پایین تر بیاد،
یعنی دیگه افت خود قیمت افتش رو کرده و الان نیاز هست که قیمت بالاتر بره. خب میبینید که با عبور اندیکاتور RSI از خط سیمون، کراسش با خط سی و حرکتش به سمت خط 70، قیمت هم رشد داشته و تا اینکه به خط 70 رسیده و بالاتر از خط 70 رسیده و خب دوباره در منطقه بیش فروش قرار گرفته، بیش خرید قرار گرفته عذرخواهی میکنم، و خب مجدد با قطع کردن منطقه خط 70 و به سمت خط سیمون قیمت هم نزول کرده. این یکی از روش هایی هست که میتونیم مناطق چرخش بازار حتی و همچنین مناطق اوور بای یا اوور سل رو که محدودی بیش خرید یا بیش فروش هستش رو هم مشخص بکنیم. یکی از راه‌های دیگه که از این اندیکاتور میشه استفاده کرد این هستش که ما بیایم و خطوط روند رو روی این اندیکاتور رسم بکنیم. خب ما مثلا در اینجا میایم خط روندی رو رسم میکنیم از این اندیکاتور، همون جوری که ملاحظه میفرمایید با شکست این خط روند در این نقطه، با شکست خط روند در این نقطه ملاحظه میکنید که قیمت ما هم شکسته شده و بازار به پایین ریخته. یعنی دقیقاً در اینجا ملاحظه میکنید که اندیکاتور در اینجا شکسته شده، یک مقدار زودتر، یک کندل زودتر به ما نوید شکست رو در آینده میده و هشداری رو اعلام میکنه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و در اینجا میبینید که اندیکاتور شکسته شد و بازار به پایین ریخت. خب و یک خط روند دیگه هم ما اینجا رسم بکنیم، در اینجا میتونیم یک خط روند دیگه رو داشته باشیم به این صورت که خب در این نقطه خط روند ما شکسته شده، اومده شکسته و برگشت کرده به خط روند و مجدد قیمت رشد کرده، یعنی از این نقطه بالا رفته و قیمت رو به سمت بالا پرتاب کرده. خب این روشی هست که میشه روی اندیکاتور RSI خطوط روند رو ترسیم کرد و مثل ترسیم روی خود قیمت هستش. مبحث بعدی که از اندیکاتور RSI میتونیم استفاده بکنیم واگرایی ها هستن، یعنی میتونیم واگرایی ها رو مثل جلسه‌ای که برای مکدی برگزار شد، ویدئویی که برای مکدی تهیه کردیم و درش از واگرایی ها صحبت کردیم و یکی از روش هایی هست که از این اندیکاتور های اوسیلاتوری میشه استفاده کرد این واگرایی ها هست که واگرایی ها رو تشخیص بده و خیلی مهم هم هست. میتونید از اون هم برای از اون واگرایی در RSI هم استفاده بکنید و باهاش سیگنال های خوبی رو بگیرید یا اینکه با روشی که دارین استفاده بفرمایید. خب مثلا اینجا اگه دقت بکنید در همین نقطه ما واگرایی رو داریم. اجازه بدید من اینها رو پاک بکنم که اشتباهی نشه. خب ما الان اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید که قیمت ما یک سقف جدید زده ولی اندیکاتور RSI ما اون سقف جدید رو نزده و در اینجا میتونیم ببینیم که این آردی منفی هستش. اگر یادتون باشه واگرایی ها به دو دسته واگرایی های معمولی و واگرایی های مخفی طبقه بندی می شد که در بحث واگرایی های معمولی یا ریگولار دایورجنس وقتی که قیمت سقف جدیدی رو می زد ولی اندیکاتور با قیمت همراهی نمی کرد و سقف جدید رو نمی زد، به این مدل از واگرایی معمولی آردی منفی میگفتیم. یعنی اینجا میشد آردی منفی، برای که دوستان در جریان باشن، آردی منفی.
این مدل از واگرایی بوده و خب همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید در این قسمت اندیکاتور بعد از اینکه این واگرایی رو تشکیل داده شروع به ریزش کرده و می‌بینید که ریزش خوبی رو داشته بازار و حدوداً 124 پیپ 120 پیپ تقریبا بازار ما افت داشته. خب اندیکاتور واگرایی بعدی رو پیدا میکنیم رو اندیکاتور با هم ببینیم کدوم قسمت رو میتونیم داشته باشیم. بله دقیقا هم این قسمت هم یک واگرایی آردی منفی داریم اینجا که قیمت اومده سقف جدیدی زده ولی اندیکاتور با قیمت پیش نرفته و سقف جدیدی رو نزده. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید بازار ریخته به پایین. موارد دیگه رو پیدا بکنیم. بله اینجا قیمت کف جدید زده ولی اندیکاتور کف جدید رو تایید نکرده. خب در اینجا ملاحظه می‌فرمایید که اینجا در پایان روند نزولی بوده و اینجا آردی مثبت هستش. اینجا می‌نویسم که دوستان هم در جریان باشن و این آردی ها رو با هم اشتباه نگیرن. به این حالت هم آردی مثبت و بعد از اون میبینید که بازار رشد خیلی خوبی رو داشته. از این شاخص نسبی همزمان با مکدی اگر با هم استفاده بکنید و دوتای این اندیکاتورها این واگرایی ها رو تایید بکنند قدرت خیلی زیادی خواهد داشت اون موجی که میخواد ایجاد بشه و میتونید سیگنال خیلی خوب و سود خیلی خوبی رو به دست بیارید. خب نمونه‌ای که من روی چارت دنبال گشتم و تونستم پیدا بکنم این هست که در این نقطه ملاحظه می‌فرمایید که قیمت کف جدیدی نزده ولی اندیکاتور ما کف جدیدی زده. این اون مدل واگرایی هست که هایدن دایورجنس میگیم و HD مثبت به اصطلاح میگیم که بعد از این میبینید که بازار روند صعودی رو داشته. بعد از اینکه این دایورجنس رو داشتیم بازار روند صعودی خودش رو داشته. خب اینجا هم ما مینویسیم روند صعودی رو نام این دایورجنسمون رو که HD مثبت هستش. و خب یه دونه هم HD منفی پیدا بکنیم و بر روی چارت به شما نشون بدم که HD منفی رو هم توسط این اندیکاتور ببینید. خب در این نقطه میتونید ملاحظه بکنید که اندیکاتور ما اجازه بدین یه لحظه آسخایی میکنم اینجا هستش. این همون آردی مثبت ما میشه. اینجا ما یه آردی مثبتی داریم مجدد در این نقطه و یه قیمتی بود که من اینجا دیدم. بله این آردی مثبت هستش. عذرخواهی میکنم آردی منفی هستش. خب در این نقطه میتونید ملاحظه بفرمایید که قیمت سقف جدید نزده تقریبا بله ولی اندیکاتور ما سقف جدیدی رو زده. خب در اینجا
دایورجنس از نوع HD منفی هستش. HD منفی که قیمت با اندیکاتور با هم خلاف جهتن و اندیکاتور سقف جدید میزنه ولی قیمت این کار رو انجام نمیده و ملاحظه میکنید که بازار بعد از اون ریزش داشته. خب امیدوارم که از اندیکاتور RSI هم استفاده بفرمایید، بیشتر در زمینه واگرایی ها و محدوده تعیین محدوده بیش خرید و بیش فروش و همچنین شکست خط روند ها بر روی RSI استفاده بکنید. تا ویدئوی بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. پرسود باشید.